بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که این درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به ادامه درسهای فیزیک، به ادامه درس قبلی که ما به این عنوان رسیده بودیم که امروز جسم نورانی یا اجسام نورانی و غیر نورانی را براتون معرفی میکنیم. یعنی اجسام، عنوان درس اجسام نورانی و اجسام نورانی. و غیر نورانی، این عنوان درس. روز پیش اگر یاد دوستا باشه، ما در رابطه با نور بحث داشتیم و گفتیم که بالاخره باید نور از یک منبع بیایه و باعث دیدن اشیا و باعث فعالیت شد. طبیعی است که در روز با درخشیدن آفتاب که بزرگترین منبع نورانی است، روز روشن میشه. شما میبینید که تمام موجودات، چه انسانها و حیوانات و سایر موجودات دیگه، به فعالیت آغاز میکنند و در پرتو یا در روشنی نور آفتاب قادر به انجام کار میشن. از طرف شب با پیشرفت علم، یعنی کشف برق و ساختن لامپ و گروپ و انواع گروپ ها و چراغ ها، میبینیم که باز از طرف شب هم وقتی که آفتاب غروب میکنه، منابع مصنوعی نور که انواع گروپ ها و چراغ ها و لمپ هاست، اینا روشن میشن و محیط روشن میکنن و در موجودیت نور ازوا همه چیز قابل دیدن و قابل رویت میشه و انسان به فعالیت خود آغاز میکنه. خب، این چیزهایی بود که روز قبل ما و شما سرش بحث کردیم و یاد دوستا هست. آن از زمین نگاه اگر بگیریم، تمام اجسامی که در طبیعت وجود داره به دو دسته تقسیم میشه. یکی اجسام نورانی، یکی اجسام غیر نورانی. این همه طور که نشته کردیم. یکی اجسام نورانی و دیگرش اجسام غیر نورانی. بیاین که اجسام نورانی کدام اجسام رو بگیم. اجسام نورانی را باز ما میتونیم به دو قسمت دیگه تقسیم کنیم. یکی اجسام نورانی طبیعی و یکی هم اجسام نورانی مصنوعی. یعنی میتونیم دو حصه تقسیم کنیم. این را خودشان. یکی طبیعی و دیگرش مصنوعی. خب، اجسام نورانی طبیعی ما میتونیم چی را بیاریم؟ مثال آفتاب. بزرگترین منبع نوری که تمام موجودات روی زمین و رد به شمول انسانها قادر به فعالیت میسازه و در روشنی از او تمام چیزها قابل دید میشه، او نور آفتاب است. غیر از نور آفتاب دیگه نور طبیعی، یادتان هست دوستای عزیز، نور ستارگان را گفته بودیم، یادتان هست؟ و او را اینطور دلیل آوردیم، گفتیم وقتی که آفتاب غروب میکنه دیگه باید هیچ چیز قابل دیدن نباشه، ولی اینطور نیست. گفتیم که باز با وجودی که آفتاب نیست، ما اشیای کوچک، درست است که دیده نمیتونیم، ولی اشیای بزرگ مانند کوها، درختها، دیوار،
اینا را شطور این چیزا را میبینیم. این نور از کجا میشه؟ باز گفتیم یک منبع طبیعی دیگی نورام هست که وی عبارت از چی هست؟ او ستارگان هست. ستارگان یادتون اگر باشه که گفتم فرق بین ستاره و سیاره این همینجا نمی نقطه است. ستارگان ما موجودات را میگیم که او موجودات آسمانی یا سماوی را میگیم که نور از خود تولید میکنن، که نورش چون فاصله های بسیار دور است ولی باز هم در زمین میرسه. اما سیاره اونوز اجسام سماوی است که اونا از خود نور ندارن، مثل همین نو سیاره که به دور آفتاب میچرخه، آفتاب مرکز نظام شمس و نو سیاره دیگه یا رو ما سیاره میگیم، عطارد و مشتری و زحل و اینا، و بالاخره مهتاب که خودش هم قمر زمین است، که در این مورد هم اگه یادتون باشه اینطور یک گپ گفتیم که نباید اتو تصور کنین که در شبای مهتابی که ما میگیم بسیار چیزها رو میبینیم این نور از خود مهتاب است. نه، نور از مهتاب نیست، نور آفتاب است که در مهتاب میتابه و انعکاسش به زمین میرسه. ما گفتیم یک چیزی را که میبینیم در دو حالت میبینیم، یکی مستقیم نور بتابه و یکی هم از انعکاس نور یک چیزی را میبینیم. اگر یادتون باشه روز پیش آینه را یا خودتون هم در زندگی عملی میبینین، وقتی که آینه را ما نور آفتاب در آینه میخوره از آینه پس انعکاس میکنه یک جایی روشن میشه. مثلا میگن آینه هم مندازه، یعنی آینه مندازه میبینی یک جایی رو روشن میکنه، او رو انعکاس میشه. ما باز در آینده زیاد سرش صحبت میکنیم. خب یعنی در حقیقت آفتاب مهتاب خودش از جمله اجسام نورانی نیست، اصل گپ در اینجاست. یعنی مهتاب هم از جمله اجسام غیر نورانی است. منابع طبیعی را دیدین دیگه، مثلا بعض ساعت ها شوبین است، دیدین بعض تسبیح ها شوبین است، بعض از بعض چشم حیوانات مثلا از پشک یا سگ یک روشنی تولید میشه. اینا هم میشه که در جمله اجسام نورانی طبیعی اینا را بیاریم. این یک بخش که بارد بود از اجسام نورانی که بزرگترین نش اما آفتاب بود، که در موجودیت نور آفتاب انسان و تمام موجودات زنده قادر به انجام فعالیت میشه. دیگه ما اجسام نورانی را تقسیم کردیم به اجسام نورانی مصنوعی. اجسام نورانی مصنوعی یعنی او چیزهایی که ساخته دست خود انسان هاست، یعنی طبیعتاً دارای نور نیستن، طبیعتاً ذاتاً یا طبیعتاً نور ندارن. مثل چی؟ مثل انواع گروپ هایی که در چهار طرفتان میبینید، مثلا گروپ هایی که در خانه ها میبینید، در دکان ها، در بیرون، در منازل، و به همین شکل چراغ‌های دیسی، بیتری‌ها که ازش برق گرفته میشن. خلاصه انواع چیزهایی را که خود انسان‌ها را ساختن با کشف برق و در شب چی برق حرارتی، چی برق آبی و خیلی به شکل‌های مختلف که تانستن از برق به حیث منبع نوری یا به حیث یک منبع روشن کننده استفاده کنن، اونا رو ما میاریم در جمله اجسام مصنوعی یا به اصطلاح اجسام نورانی مصنوعی، که حتما در این مورد هم شما دوستای عزیز معلومات دارین و دیگه اینطور قابل جروس نیست. دیگه ما داریم اجسام غیر نورانی. اجسام غیر نورانی این چه رقم اجسام است؟ که نه ذاتن و طبیعتن نور دارن، نه به شکل طبیعی و نه به شکل مصنوعی منبع نور هستن. نه، مثل میز و همین چیزی که در روی میز رو میبینید، کتاب و میز و مثلا مارکر و خود انسان و
همه چیزایی که چهار طرفتان دیوار و دروازه و اینا اجسام نورانی نیستن یا اجسام غیر نورانی هستند. حالا نقطه مهم کجاست؟ ما هم یه اجسام غیر نورانی را وقتی که میبینیم چطور میبینیم؟ یعنی نقطه آخری است که باید با حافظتان بانه، گرچه که را یک یادآوری در درسای گذشته کردیم. وقتی که ما یک چیز را میبینیم با دو حالت، یا مستقیم نور بالایش میتابه، خانه است تاریک، متوجه شدین؟ خانه چی است؟ تاریک. هیچ اشیای چهار طرف شادم دیده نمیتونم، میز، چوکی، توشک، لیاف، هیچ افتاباب چیزی نمیبینم. وقتی که گروپ روشن میکنیم در موجودیت تابش مستقیم همین گروپ تمام اشیای داخل خانه رو میبینیم. این یک رقم. رقم دیگه که نور مستقیما نمیتابه بالای اجسام، نمیتابه. او چی رقم است؟ او در انعکاس میکنه نور میبینیم. حالا نمونیش مهتاب. مهتاب خودش از جمله اجسام غیر نورانی، اما نور آفتاب وقتی که در بالایش میفته انعکاسش در زمین. ما در شبهای مهتابی میتونیم بسیار چیزها رو ببینیم، درست است نه؟ ای از جمله خاصیت انعکاس است. یا به شکلی که خود ما ببینیم در زندگی خود، ما آینه را در مقابل آفتاب میگیریم، نور آفتاب میاد آینه میخوره، انعکاس میکنه. انعکاسش در یک جای تاریک اگر قرار بدیم در موجودیتش بسیار چیزا رو آدم میبینه. از این خاصیت برای ساختن وسایل علمی استفاده شد. آینه ها و عدسیه ها در ساختن میکروسکوپ، پروژکتر، باز در آینده سر این مسائل مفصل صحبت میکنیم میکروسکوپ ها را، باز میبینیم که با استفاده از این، یعنی از خاصیت انعکاس استفاده کردن که نور که از منابع مصنوعی گروپ ها میاد یا از آفتاب میاد به آینه میخوره پس انعکاس میکنه، از این خاصیت ما استفاده میکنیم برای دیدن اجسام کوچک ذره‌بینی که عبارت از میکروب ها و پارازیت ها باشه که توسط مایکروسکوپ ما را مشاهده میکنیم. انشاءالله دوستای عزیز ما درس امروز ما را که اجسام نورانی و غیر نورانی بود جدا کردن و ایران فهمیدن که چطور ما قادر به دیدن میشیم. خب این حال نوبت یک سوال است که براتون نشته کنیم. سوالتان به این ترتیب است که درباره اجسام نورانی و غیر نورانی با مثال معلومات دهید، ای دوستای عزیز درس امروز تا ساعت دیگه که باز در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم با درس جدید دیگه، شما را به خداوند یکتای بی همتا می‌سپاریم. تشکر از توجهتون.